هيدا كثير هيدا بدل لا اللي طلع كان خفيف الاول فرقعت لريس واو الله اكبر الله اكبر لك يا سيد عامر البور البور ماشي عبارة عن كسر حديد كسر حديد البور ماشي كسر حديد البور جتت بالأرض بالملايين بتشيل جتت قد ما بدك بتشيل جتت تاني ميلة كلها خير الله ما حدا هم اللي بيحصيهم جتت الله مطالبنا بديهية عدالة خبز وحرية وثورة سلام میگم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری در گفتگوی سیاسی این هفته با ابراهیم آوخ هستیم. سلام بر تو ابراهیم عزیز. سلام میکنم علی جان و درود میفرستم به بینندگان تلویزیون برابری. لبنان همچنان در شرایط بسیار ویژه و شوک ناشی از انفجار وحشتناک بیروت به سر میبره. بیمارستان ها و درمانگاه ها ناتوان از ارائه خدمات درمانی به هزاران نفری هستند که در اثر این انفجار زخمی و مجروح شدند. همچنان ده ها نفر ناپدیدند و بیش از 200 نفر رسما اعلام شده که کشته شدند. بیشتر از نصفی از شهر بیروت غیر قابل استفاده است و همچنان ده ها هزار و شاید میشه گفت که 300 هزار نفر زندگی هاشون صدمه وحشتناک دیده و در واقع بی خانمان شدن یا در خانه های بسیار بسیار آسیب دیده زندگی میکنن. تظاهر کنندگان چندین روز و شب که در واقع در خیابان ها هستند و انقلاب و آزادی رو فریاد می کنند و در این حال علیه اکثریت رهبران گروه های سیاسی و فرقه ای لبنان اعتراض در آمدند. در ادامه گفتگوی گذشته که شما به موقعیت کشتی و موقعیت انفجاری و زمینهای اون اشاره کردید، ارزیابی شما پس از این چند روز چه است؟ بله، همطور که اشاره کردید انفجاری که صورت گرفت بر اساس برآورد اولیه که خود دولت لبنان داده حدوداً بین 10 میلیارد تا 15 میلیارد دلار خسارت وارد شده. بخش عظیمی از شهر نابود شده. همطور که اشاره کردی 300 هزار نفر بی خانمان شدن، 6 هزار نفر زخمی. بیمارستان های جایی نداره برای این مسئله، جایی برای چیز نداره. به همین دلیل که تقاضای مثلا بیمارستان های صحرایی هست در رابطه با لبنان. لبنان دستخوش یه تحول بسیار جدی هستش. این که به کدام سمت میره حالا باز میتونیم مفصل‌تر روش صحبت میکنیم، ولی واقعیت قضیه اینه که این انفجاری که صورت گرفت باعث شد که انفجار مردمی که از قبل وجود داشت و مردم ماهای متمادی بود که قبل از کرونا و حتی در دوران کرونا اومدن به خیابونها و فریاد زدن، کلهم یعنی کلهم یعنی تمام حاکمیت را رد میکردن، تمام جناهای حکومتی را رد میکردن و همه اونا را فاسد ارزیابی میکردن. شما نگاه کنید یک کشور 6 میلیونی در سال
آمار فسادش 2 میلیارد. کشوری که درگیر به اصطلاح بحران شدید اقتصادی است، بیش از 100 میلیارد بدهکاره که 150 برابر درآمد ناخالص ملی لبنان هست. کشوری در یک چنبره به اصطلاح بحران سیاسی اقتصادی اینطوری. از طرف دیگه اونهایی که تو این سالهای گذشته حاکم بودن همشون، مثلا فرض کن آدمی مثل نبی بری که از 83 به این طرف توی حاکمیته، همیشه هم رئیس مجلس بوده، یک میلیاردره که متهم به فساد، همشون هستن. این یکی حالا خیلی سمبولیک خیلی جا مطرح میشه، هر کدوم دست بذاری و قول معروف اشتباه نکردی توی زمینه. این هم ناشی از چیه؟ وضعیتی که لبنان داره. لبنان آیتون باشه قبل از این ماجراها معروف بود که آزادترین کشور خاورمیانه است. این که آزادترین کشور خاورمیانه بود ناشی از یک وضعیت ویژه بود که معروف هست به دموکراسی توافقی. در لبنان یک مجموعه به اصطلاح فرقه های گوناگون سیاسی مذهبی هستند. در توافق با اینا یک امکاناتی، امکان به اصطلاح بیان آزادی در لبنان وجود داشت، به شرطی وجود داشت، به شرطی که روزنامه‌های متعدد در میمد، هر کس میتونست در لبنان هر خبری، هر مسئله، هر مطلبی داشت علیه هر جریانی، هر حکومت چیزی ممکن رو میتونه مطرح کنه. اون شرطی که عرض کردم ناشدی بود که این روزنامه متعلق یا نزدیک به کدام جریان سیاسی قدرتمند بوده باشه. در یک تعادل اینطوری خیلی روزنامه خودشون بیوست میکردن به این طرف علیه اون دیگری. مثلا روزنامه که نزدیک به کتائب بود مسائل و مطالب کتائب رو که پخش میکرد، هیچ هر چیزی علیه کتائب که پخش نمیکرد، روزنامه و مجلات دیگری که مخالف کتائب بودن مثلا پخش میکردن. بنابراین میشد اینجا به هم دلیل که هم دست داشته. لبنان هم همینطور که قبلا عرض کردم یه وضعیت خیلی خیلی ویژه داشت از قدیم ندیم، به دلیل اینکه کشور بسیار زیبا در شرق مدیترانه، جایی که به اصطلاح مرکز تلاقی شرق و غرب در واقع میتونست باشه، در واقع پل مدیترانه بود، و به هم دلیل از قدیم به خاطر موقعیت استراتژیک، موقعیت ژئوپلیتیکیش همه به این چشم داشتن. یه زمان ایرانی ها در اونجا تسلط داشتن، سالها اونا در دست ایرانی ها بود، دوره یونانی ها این کارو میکردن، دوره بیزانس ها این کارو کردن، در اونجا حکومت کردن. همین نوار باریکی که به قول معروف حدود 6 میلیون هم بیشتر جمعیتش نمیتونه، کاملا هم باریکه در کنار دریا اون طرفش هم کنه. دوره طولانی عثمانی ها، ترک ها در اونجا حاکم شدن. در یک فاصله به اصطلاح از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی پایان، در واقع جنگ جهانی دوم، فرانسوی ها در دست اروپایی ها بود، فرانسوی ها بود حکومت کردن، که فرانسوی ها درستن فرهنگ خودشونو در اونجا گسترش بدن. تأثیر بسیار زیادی فرهنگ فرانسوی توی لبنان همیشه داشت، به همین دلیل که مردمشون هم یه مقداری با سایر مناطق دوربرش فرق میکرد. زبان فرانسه به حساب زبان دوم لبنان تأثیر داشت، به همین دلایل بود که فرانسوی ها از اون طرف هم توی لبنان تأثیر داشتن. اونا فرانسوی زبان شناخته میشن، جزء کشورهای فرانسوی زبان شناخته میشن. مثلا شما نگاه کنید امین معلوف، نویسنده بزرگ لبنانی، یکی از نویسندگان بزرگ فرانسوی هم هست، و این امین معلوف مشهور لبنانی الاصل فرانسوی باید گفت عضو آکادمی ملی زبان فرانسه است که روی زبان فرانسه نظر داره. حتی مثلا در فرانسه وقتی شما موسیقی و موزیک فرانسه رو بررسی میکنید، یعنی که لبنانی ها نقش داشتن و نقش دارن،
یعنی تأثیر متقابل فرهنگی و به طور مشخص فرهنگ فرانسوی گرفته بودن تأثیر گذاشته روی اینا. به همین دلیل هست که فرانسه بلافاصله اولین کشوری هست که تا یه چیزی تو لبنان میشه فرانسه اونجا حاضر هست، منافع ویژه داره در اونجا که حالا بعدا میتونیم بیشتر روش صحبت بکنیم. خب توی ساختارهای در واقع همین ساختار قانون اساسی و مسئله به اصطلاح تقسیم قوای بین فرقه ها هم فرانسوی ها در واقع نقش اساسی داشتن دیگه و تونستن در واقع ساختاری که تا حد زیادی دیگه کاراییش از دست داده توسط فرانسوی ها بر اینا تحمیل شد. شاید طرح و بدیلی که توی عراق هم تا حدی آمریکایی‌ها خواستن کبودیشو در واقع به صورت تراژدی در عراق اجرا کنن. دقیقاً موقعی که اینا به صورت قرار بود لبنان مستقل بشه و فرانسه از اونجا بیاد بیرون، یک همون چیزی که عرض کردم تو مکتس توافقی صورت گرفت، یعنی یک ائتلافی در اونجا بین مذاهب مختلف ایجاد شد. اولا یک قانون اساسی برش درست کردن که تو این قانون اساسی 18 مذهب رسمی به رسمیت شناخته شده و این 18 مذهب 18 فرقه سیاسی و مذهبی هستن و همه اینا وقتی نگاه بکنیم از پارلمان شروع بکنیم بیم جلو ببینیم در پارلمان نقش دارن، نیرو دارن، آدم دارن. به قول معروف مجموع نمایندگان پارلمان از پایین بیم بالا بستن. مجموع نمایندگان پارلمان لبنان 128 نفر هست بودن. در این 128 نفر 64 نفر مسیحی، 64 نفر به اصطلاح مسلمانه. توی این 64 نفر مسلمان بین خودشون، بین فرقه های مختلف مسلمان ها، دروزی ها، شیعه ها، مسیحی ها، مسیحی های نمیدونم فلان، چون که بخشید دروزی ها، شیعه ها، سنی ها و و اینا بین خودشون تقسیم بندی دارن، هر کدوم چند تا نماینده داشته باشن، چند تا کنن. بین مسیحی هم همینطور، یعنی پایین ترین فرقه حداقل یکی دو تا چند تا نماینده برای خودش داره، هر کس خب بسیاری به یکی توان چه توانی داشته باشه، چه سهم شیری هم میتونه برای اون داشته باشه. خب برای 4 سال یه بار انتخاب میشه، انتخاب در واقع بین خودشون ساخت و پاخت. بعد میاد رئیس مجلس، رئیس مجلس رأی پارلمان هرچی باشه باید شیعه باشه بر اساس توافق. بنابراین اونجا یکی از شیعه ها کاندید میشه یا هر چند تا خودشون دیگه. البته بگم همه اینا باز میرسه به توافق، جناهای مختلف باید قبول داشته باشن بین شیعه ها مثلا کی باشه یا کی نباشه، زور کدومشون بیشتر بچسبه، کدوم یکی از شیعه بذارن رئیس مجلس. خب الان همینطور که میبینید سالهای ساله که الان مشخصه و نبی بری از عمل هست اون رئیس مثلا پارلمانه. رئیس دولت بر اساس این قرارداد باید سنی باشه. مجلس نظر میده، منتها نظر مجلس بر اینه که کدام یکی از این سنی ها مثلا چیز باشه. معاونین باز به همین ترتیب مسیحی، مسلمان، مسیحی، مسلمان باید بین وزارتخونه ها، بین نخست وزیر، همه اینا باید تقسیم بندی بشه و رئیس جمهور که باید مسیحی باشه. اینا یه توافقه که بین همه اینا صورت گرفته که مثلا خود به اصطلاح رئیس جمهور 6 سال یک بار انتخاب میشه. از ها به همین دلیل هست که همه این فرقه هایی که عرض کردم با به خاطر که بتونن نیرو داشته باشن، بتونن نیرو بگیرن، بتونن امکانات داشته باشن، بتونن خودشون رو به اصطلاح مطرح کنن در درون جامعه، برای دریافت کمک به کشورهای مختلف وابسته هستن. اینجاست که لبنان مرکز تلاقی تضادهای به طور مشخص خاورمیانه و نیروهای به حساب بین‌المللی هست.
سه تا نیرو نقش اصلی دارن در اونجا، ایران، اسرائیل، عربستان، و هر کدوم از اینا طیفی از حامیان دارن، آمریکا، فرانسه، اروپا، اینا همه نقش خودشون هم دارن. این مجموعه حسابش کنید یک چیز به اصطلاح پازلی هست که با تکان دادن هر کدوم یک مسئله خاص اتفاق افتاده. بارها به همین دلیل که بارها دوچار جنگ داخلی وحشتناکی شده لبنان. و آخرین جنگ و طولانی ترین جنگ داخلیشون که در واقع سال 75 آغاز شد که تا 90 ادامه پیدا کرد. ویرانی و خانه خرابی بود برای لبنان. و اونجا بود که به اصطلاح فلسطینی هم از اونجا سازمان آزادی جشن حسابه سازمان در فیل نیروی مسلح از اونجا بیرون کردن. در واقع که رفت دیگه بعد تونست مستقر شد. چون در ائتلاف با مسلمانان بود. در اون بود. به هر صورت. بعد از اون ائتلاف که در طائف انجام دادن، در واقع عربستان دعوت کرد. همه این نیروها اونجا جمع شدن. هنوز بودن به اصطلاح از اون رهبران گروه ها و احزاب شناخته شده مثل سلام و امثال هم که اینا میتونستن نقش بازی کنن. عربستان همه اونا رو جمع کرد و تونستن یک توافق جدیدی در رابطه با حاکمیت انجام بدن. اونجا بود که مسئله اکثریت و اقلیت کمی تغییر کرد. پذیرفتن که شیعه ها مثلا اکثریت و به تدریج اسلامی آمدن جلو. در جنگ بین اسرائیل و در واقع لبنان که اونجا به اشغال بخش وسیعی از لبنان شد توسط اسرائیل در سال 2006 اونجا حزب الله به مثابه یک نیروی مثلا نظامی درگیر با اسرائیل و کسی بود که تونست در واقع لبنان پیروز شد، تونست اسرائیل شکست بده. حزب الله نقش خیلی خیلی جدی اینجا بازی کرد و از اونجا خودشو به در واقع نیروی خودشو محکم در لبنان پاشو سفت کرد. و الان هم مسئله حزب الله در لبنان یک مسئله بسیار بسیار جدی هست. اینکه در توازن قوای بعدی چه خواهد شد، حالا باید روش بشیم صحبت بکنیم. و الان اون چیزی که اشاره کوتاهی کردم در رابطه با فلان با وضعیت، الان دو تا ائتلاف اساسی وجود داره از بعد از کششتن رفیق حریری در سال 2005. بعد از کششتن رفیق حریری در واقع دو تا ائتلاف، یکی معروف ائتلاف 8 مارس، یکی ائتلاف 14 مارس. این ائتلاف 8 مارس اساساً حزب الله هست، عمل هست و حزب به قول میشه اون حزب اصطلاح لبنان آزاد. یعنی عمل، حزب الله، حزب لبنان آزاد. این سه تا به عنوان ائتلاف 8 مارس شناخته میشن. ائتلاف 14 مارس هم که اصلا حریری و دیگران هستن که یعنی هر دو طرف ائتلاف مسیحی ها و مسلمان ها هستن با هم و بین هر دو طرف یه انشقاقی در واقع به وجود اومد. اینا در واقع جناهای رقیب هستن، نه اینکه بخوان، یعنی اگه بخوان هر کاری بکنن حتما باید توافق همدیگه رو داشته باشن. هر کدوم فشار بیاره زنجیره پاره میشه. تو اینجاست الان ما تا نیرویی که در درون لبنان فریاد میزنه علیه تمامی این وضعیت هست. اون چیزی که در لبنان هستش الان یه بحران ساختاریه. بحرانیه که در واقع در قانون اساسی لبنان ریشه داره. مسئله اصلی لبنانی‌ها مسئله شهروندیه. لبنانی‌ها به مثابه شهروند نمیتونن رأی خودشون بدن. به مثابه شهروند نمیتونن حزب خودشون انتخاب بکنن. بنابراین این چیزی که امروز در میان میگن که همه باید برن، واقعیت قضیه اینه که این ائتلاف گسترده‌ای در بیش از در واقع 60 سال گذشته
یک نیروی بسیار فاسد حکومتی رو ایجاد کرده. همینطور که گفتن این کشور 6 میلیونی 2 میلیارد در سال به صورت رقم فسادشه. شوخی نیست. مردم چقدر تحمل داره مگه؟ اینجاست که می نگاه میکنیم میبینیم که مردم بودن تو خیابون و اساساً مسئله شده که این با این قانون اساسی نمیشه آقا. با این قانون اساسی دوباره به قول معروف از نوع همون بساط به شکل دیگری به نوع دیگری فهم میشه. الان هم تمام کشورهای منطقه و تمام نیروهایی که همون اشاره کردم بهشون که اگه میخوام اسم ببرم یه لیست طولانی هستش، همه اونا میخوان با یه اصلاحاتی برگردن به اون ساختار قبلی. اون چیزی که مردم میخوان اما غیر از اینه. خب شما این که همین خواست مردم، ما شاهد بودیم قبل از این دوره کرونا یه دوره طولانی اعتراضات خیابانی بود در مهاجران فلسطینی، یعنی دیگه فلسطینی تباران لبنانی اونجا سالها زندگی کردن، دنیا اومدن، بی حقن، هیچ حقوقی ندارن، تو تظاهرات ها خیلی نقش داشتن. خیلی از اساسا تظاهراتی بود که تظاهرات میشه گفت جوانانی بود که خواهان کار، خواهان مقابله با فساد، خواهان در مجموع صلح، خواهان این بودن که تغییرات ساختاری در این دوره چه صورت بگیره. به قول شما اگر کنفرانس طائف تا حدی پذیرفت که جمعیت مثلا مسلمانان و خصوصا شیعه ها جمعیت بیشتری شده، ترکمنستان بیشتری کردن، الان دیگه اون مثل دوره اولیه که قانون اساسی نوشته شد جمعیت لبنان 50-50 نیست اگر بخوان برای تقسیم قدرت باشه، مسلمان ها جمعیتشون بیشتر شده، ولی بیش از این قبل از اینکه اصلا برگردن، برخی میخوان از طریق این امتیازگیری ها در واقع سازمان پیدا بکنن که اساسا هم به قول شما نقش نیروهای منطقه‌ای خصوصا اسرائیلی ها با حملات نظامیشون، با ترورهاشون، با تجاوزات مکرر نظامیشون، با حمایت از جعجعه و تمام اون گروه های فالانجیست تبهکاری که جنگ هم نه در فقط در جنگ داخلی لبنان نقش کثیف واقعا پاکسازی های نژادی رو سازمان دادن، بلکه علیه فلسطینی ها و هر نیروی ترقی خواهی به شکل فاجعه بار و کثیفی چه شرکت کردن. از او برم حریری که اصلا پاسپورت لبنانی سعودی داره و اگه یادتون باشه یه بار رفت اونجا و نگرش داشتن سعودی ها که مسائل اونها رو در واقع پیش ببره و اینا. و این مجموعه خب حزب الله هم هست که در واقع گوش به فرمان بیت رهبریه و پولی که از اونجا میاد، هرچند همینجوری گوش به فرمان هم نیست، استقلال هایی برای خودشون دارن، و در مجموع این نیرو به قول شما که 2 میلیارد در واقع چیز حساب فسادشه و در این حال نقشی که بانک ها تو این دوره بازی کردن توی همه دوره های طولانی، یعنی در واقع لبنان یک مرکز آزادی بود برای بسیاری از پول هایی که از مناطق مختلف وارد لبنان می شود، مهاجرینی که کارگران مهاجری که در کشورهای خلیج کار میکنن و یا کشورهای اروپایی و پول میفرستن اونجا، همه اینا در مجموع قطع شده تا حد زیادی به واسطه تغییر و تحولاتی که هست و خصوصا جنگ سوریه تاثیر خیلی شدیدی روی وضعیت مردم لبنان گذاشته. دوره عجیبی برای خود لبنانی ها آغاز شده، تاثیرات وحشتناک جنگ سوریه و مهاجرانش در اونجا، تاثیرات حملات مداوم و ترورهای مداوم دولت اسرائیل و فشارهای سنگینی که تحریمهای آمریکا علیه مردم لبنان انجام میده، همه اینا دقیقا باعث یک تغییر توازنی در اونجا شده، تغییر توازنی که حزب کمونیست در واقع که لبنان که همواره جریان بیشتر رفرمیستی طرفدار انقلاب میشه و میگه اصلا کلن اونا به قول شما همه باید برن، و از او بر ولی باز بر میگرده که اگه همه برن چه بشه،
باز خواهان اینه که گروه ها با هم دولت وحدت ملی رو تشکیل بدن. تو این دو فکر میکنین تو این دو چیه جریان وحدت ملی و انشقاق چه پیش میاد، خصوصا با نقشی که فرانسه بازی میکنه و برخی از فعالان به اصطلاح همین جریان این تظاهرات خواهان حضور فرانسه بودن و نفوذ دولت فرانسه برای این، و برخی تظاهرات گندتر و بسیارانی علیه این به اصطلاح نقش امپریالیستی و استعماری فرانسه اقدام در واقع شعار دادن. ارزیابیتون چیه؟ چه خواهد شد با این موقعیت؟ واقعا قضیه پیشبینی آینده لبنان بسیار بسیار مشکله. اولا اون در رابطه با اون خواستی که یه عده امضا کردن، نامه‌ای رو امضا کردن و حالا هشتگ به قول معروف زدن که بیاد فرانسه دوباره قیمومیت لبنان رو به نوعی در دست بگیره، یه خواست یه اقلیتی بود. این در واقع چیز غیر ممکنه، خودمون میدونیم در این دنیا یه دوران استعماری به شکل گذشته دیگه تموم شده رفته. لبنان دولتیه که به عنوان یک دولت شناخته شده در سازمان ملل دارای به اصطلاح حق و کرسی هستش. این راحتی نیست که یه دی بخواهند دوباره قیمومیت این کشور یا اون کشور رو برگردونن. مسئله اگه بخواد در همچه چیزی صورت بگیره، جنگ های گسترده این منطقه صورت خواهد گرفت، شوخی نیست. همه اونی که مسئله دارن، خود مردم لبنان در همین رابطه جنگ داخلی عظیمی صورت خواهد گرفت. به نظر من این خواست یه شوخی بیشتر نیست، اما در درون این خواست یه چیز بسیار جدی وجود داره و اون دهنکجی مشخص و روشن علیه رهبران تاکنونی لبنان، علیه سردمداران حکومتی تاکنونی لبنان. در واقع با این حرفشون میگن بی اعتمادی خودشون، اینجاست که میگم جدیه، اون قسمت غیر جدی، بی اعتمادی خودشون رو به این حاکمیت دارن، به این دستنکاران این سالهای گذشته دارن نشون میدن. این خواست در واقع معنیش این هست، همونطور که میخوان بگن که آقا اینا فاسدن. البته طبیعه فرانسه و اکشاریدی منافع خودشون دنبال میکنن. فرانسه در اینجا به اصطلاح کنفرانسی که ایجاد کرد از طریق به اصطلاح چیزای مجازی که تمام رهبران کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیره توش بودن، در اونجا تصمیم گرفتن که حدود 300 میلیون دلار فعلا کمک کنن و اونها هم اعلام کردن که این دستاندرکاران، این حاکمین اعتماد ندارن، رو فساد اینا در واقع انگشت گذاشتن و گفتن که ما از طریق سری بسرخ و سازمان ملل به مردم لبنان کمک کنیم. های چگونه اینو معلوم نیست، چگونه قابل به اصطلاح عملی و پیاده شدن باشه. ولی به هر صورت در رابطه با لبنان این خواست عمومی مردم است که میخوان همه اینا برن، میخوان انقلاب بشه، میخوان قانون اساسی عوض بشه. ولی به نظرم بدون تغییرات، یه دوره بود، پرانتز عرض کنم، دوره بود که جورج هبش در رابطه با مسئله فلسطین مطرح میکرد برای حل مسئله فلسطین، برای رسیدن به تل‌آویو بعد از پایتخت‌های کشورهای عربی عبور کرد. در واقع این حرفی که این میزد میگفت که آقا ارتجاع عرب دخالت میکنه، ارتجاع عرب وجود داره، ارتجاع عرب مانع و یک انقلاب عربی هست که میتونه فلسطین رو نجات بده. در واقع این تز چیز اصلیش این بود. الانم تا وجود حکومت‌های مثل ایران که پشتیبان اصلی حزب الله هستن، که حزب الله که با این زرادخانه عظیمی موشکی که داره، میدونیم همه میدونن دیگه، این باقر از عربین شمسه، با وجود کشور عربستان و امارات و دیگرون که با پولی که به حزب المستقبل حریری و امثال هم میدن و با وجود اسرائیل و سایر کشورهای دیگه، مسئله راحتی نیست، مسئله شوخی نیست.
آیا این خواستی مردم عملی خواهد شد؟ اگر لبنان به تنهایی باشه بعید میدونم، ولی اگر انفجار در لبنان به انفجار توده‌ای به مردمی گستره در ایران به ویژه هماهنگ بشه، ممکنه امید زیادی برای مردم وجود داشته. بی خود نیست که بعد که از مردم لبنان این مسئله رو مطرح میکنن که درد ما با درد ایران یکیست، هر دو از یک به اصطلاح حاکمیت در این ضربه میخوریم. اونها میخوان حزب الله کنار بزنن، خود مردم، توده های مردم میخوان تمام به اصطلاح جناح را کنار بزنن، اما خب جناحی هستن که میخوان حزب الله کنار بزنن. اینجاست که خطر یک جنگ داخلی جدی وجود داره تو لبنان از یک طرف، از طرف دیگه یک امکان سازه، شاید این جنگ داخلی منافع هیچ کدوم نباشه، بیشتر شاید منافع مجموعه نیروها غیر از مردم و جوانان و توده های به اصطلاح که خواست اساسی، خواست بنیانی دارن، خواست به اصطلاح تغییر جدی در همونی که شعار کلهم یعنی کلهم مطرح میکنن دارن، غیر از اونا منافع بقیه نیروهای سیاسی، نیروهای مذهبی، فرقه ها این باشه که با هم توافق بکنن. حالا این نباشه، یکی دیگه باشه، بخوان یه سری اصلاحاتی بکنن، یه سری تغییراتی بدن. این که لبنان به قبل از این وضعیت بر نمیگرده درسته، به نظرم بر نمیگرده دوباره، همینطور که دولت استفاده بقیهش رو مجموعاً استعفا بدن. این که در سازش جدید بین اینا چه خواهد شد هنوز هیچ معلوم نیست. آنچه مهمه هر تغییری، هر اصلاحی هم که خواب بشه در رابطه با همه حرکت مقاومت مردم لبنانه. مردم لبنان هرچی مقاومت قوی تر بیستن، مقاومت بیشتری بکنن، دستاوردهای حتی در ائتلاف ساخت و فاخته اونا باز دستاوردهای بیشتری برای مردم لبنان داره. اما مشکل مردم لبنان با اون چیز اصلا قابل حل نیست. مشکل مردم لبنان به نظر من گره خورده با انقلاب که در کشورهای دیگر منطقه ایران منطقه وجود داره، به ویژه ایران. ایران از این نظر میگم به ویژه ایران، چون ایران نه تنها در لبنان که در کل منطقه تأثیر داره. برای سایر کشورهای دیگه هم هستن، وقتی میگم لبنان، لبنان تمامی کشورها دستن در کار هستن، ولی وقتی میگم انقلاب لبنان با انقلاب ایران گره خورده و پیوند ویژه داره، اینجا به خاطر همون چی عرض کردم ایران تأثیر ویژه در کل منطقه داره. در گذشته دیدیم حتی یک حرکت ارتجاعی حاکمیت ایران دیدیم چه تأثیرات ارتجاعی تو منطقه داشته و حرکت انقلابی هم طبعا تأثیرات خودشو خواهد داشت. خوشبختانه به قول حتی خود روزنامه های داخل کشور، خود جناح‌های حکومتی، انفجار نارضایتی در ایران در خودش رو نشون میده. این شما از انقلاب در ایران و امیدهایی که در واقع میتونه انقلاب ایران در واقع توی منطقه ایجاد کنه واقعا گفتید. این یک چیز برحقیه و تا حد زیادی میشه گفت که همه ما به این امید بستیم با این هفت تپه و احسابش دو ماهی هفت تپه و اعتصابات نفت، بازنشسته ها و اعتراضاتی که هست، امیدهای زیادی برای تغییر در ایران هم به وضوح مشاهده میشه و همین بنبستی که در لبنان هست و خواست عمومی، خواستی که بر فراز همه فرقه ها، ائتلاف های بزرگ جوانان، گروه های مستقل جوانان، گروه های مستقلی فراتر از این فرقه های موجود دارن عمل میکنن و مشترکاً اقدام میکنن، حمایت میکنن از زخمی ها، سازمان میدن، درهای خانه هاشون رو باز کردن به سوی اونهایی که خانه هاشون ویران شده و حمایت ها رو جلب میکنن، اینها همش نشاندهنده امیدهایی که میشه از این دوره داشت. هرچند امیدوارم
مثل اون جنگ اول نشه، جنگی که میشه گفت که جنگی بود، اما موقعی که اون هتل استراتژیک و بزرگ هالیدی این رو فالانش ها گرفتن و از بالا شروع کردن بقیه مناطق رو تکتیراندازهای فالانج زدن و جنگ رو تا حدی یکسویه کرده بودن و جنگ لبنان به اون همه طولانی ادامه پیدا کرد، امیدوارم این انفجار هم یک چیز استراتژیک برای نیروهای ارتجاعی تری سازمان نده که در واقع منافع اسرائیل، منافع سعودی ها و منافع دولت های خارجی رو ارجح بدونه بر منافع مردم لبنان. و در واقع اینه که باید یک کاری کرد و کمک کرد یا در واقع همراه شد با این صدایی که در واقع هست لبنان با مردم لبنان، برای مردم لبنان و فراتر از همه این فرقه ها. امیدوارم جنبش داخل رو، خصوصا این اعتصابات رو در یک گفتگوی دیگری بتونیم به بررسی بشینیم و در این باره هم صحبت کنیم که حتما امیدهای مردم لبنان و عراق و منطقه ما رو هم با خود به همراه خواهد داشت. قطعا میشینیم صحبت بکنیم. بعد یک نکته بگم که چشمانداز لبنان هیچ به حال مرور عرض کردم معلوم نیست، اما چشمانداز ایران روشنتر از هر کجای دیگر به نظر میرسه. شما نگاه کنید 61 روز اعتصاب کارگران هفته پس، واقعا با تمام وجود درود میفرستیم، درود باید فرستاد به کارگران هفته پس که در بدترین شرایط در تمامی توطئه ها تا کنون تمامی توطئه ها را خونسا کردن و اومدن جلو، و تأثیری که اعتصاب کارگران هفته پس گذاشت دیدیم. خوزستان به حرکت در اومد، تمام پالایشگاه ها الان در حال حاضر به اعتصاب پیوستن، بسیاری از شرکت های مختلف از اتوبوس رانی و دیگران و و و و به اعتصاب پیوستن، کاران شهرداری ها بله روز به روز در حال گسترش هست، معلمین، بازنشستگان، رانندگان، اینا همه الان خوشبختانه در حال به اصطلاح همبسته شدن هستن. و حرکت بسیار نویدبخش اخیرا دیدم و اون این که بیش از 36-37 تشکل کارگری، روشنفکری، دانشجویی، بازنشسته ها و معلمین و دیگران همه متحدن هم صدا شدن. و این گفتم روشنیه، یعنی این که و اون چیزی که در رابطه با ایران گفتم خوشبختانه داره پیش میره و باید هم پیش بره تا موقعی که حالا جلسه بعدش نشه فصل صحبت کنیم، به نظرم نیازی که الان این حرکت داره، نیازی که این حرکت داره هرچی بیشتر همبسته و پیوسته بودنشون هست. الان اعتصابات بسیار گسترده شده، تقریبا در حال فراگیر شدن هست دیگه، همچه حالتی یک به اصطلاح هماهنگی بین نیروهای اعتصاب، همزبانی و هماهنگی بین نیروها ضروری و حیاتیه. از طرف دیگه چشماندازی که وجود داره، این چشمانداز واقعا باید تقویت بشه و اون این که اعتصاب همراه با مارش و رزم خیابانی، تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری، این پیوندیه که به نظرم قطعا صورت خواهد گرفت. در حال پیشروی هستیم، جنبش ما واقعا در حال پیشرویه و همونطور که گفتم این امیدی هست که میتونه به منطقه ما امید جدیدی بده و رنگ دیگری به منطقه ما خواهد داد. امید که شاهد این موقعیت باشه. اول شعار مشترک همه اینا الان می‌بینیم دیگه، از لبنان تا هر جای دیگه، تا تو عراق تظاهرات، مسئلهش مسئله نان و آزادی. دقیقاً آزادی. درود بر تو ابراهیم آبخ عزیز و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که در گفتگوی سیاسی این هفته همراه ما شدید تا شعار نان، کار، آزادی، صلح، آبادی، شادی رو با هم همصدا فریاد بزنیم. درود بر تو. مطالب نبدهی عدلی خبز و
خود خود